درود بر شما دوستان عزیز، حمیده اصلی هستم از دفتر هوی یوریس بیرو. اول از همه مرسی که برام سوالاتون رو میفرستید. سوالا خیلی زیاد هستن و سعی میکنم که براتون هر چقدر که میتونم ویدیو درست کنم و بتونم به سوالهاتون پاسخ بدم. سوالی که مطرح شده اینه که یک شخصی سرمایه گذاری کرده توی سوئد و یه اقامت 2 ساله گرفته. سرمایه گذاری ایشون خوب پیش رفته، ولی متاسفانه به خاطر شرایط کرونا سرمایه گذاریش خیلی بد داره میره جلو و آسیب دیده. سوالی که از من میکنه ایشون اینه که آیا حمایتی هست از طرف دولت سوئد؟ ایشون که توی سوئد سرمایه گذاری کرده، مالیات پرداخت کرده، چه کمکی میتونه بگیره از دولت سوئد وقتی که تو این شرایط هست؟ اول از همه میتونم بگم که درباره مالیات و امورهایی که ربط به اصطلاح شرکت و مالیات داره، همیشه میتونیم به سایت سکاتورکت سوئد که همون اداره مالیات سوئد هستش پی ببریم و اونجا اطلاعات خوبی هستش که خیلی مفیده برای دوستانی که توی سوئد شرکت دارن. از نظر دولت سوئد و از نظر اداره مهاجرت تصمیمی گرفته نشده فعلا که چیکار میخوایم بکنیم برای این همه شرکت هایی که از خارج توی سوئد هستن و دارن ورشکست میشن. به سوال اینطوری میتونم پاسخ بدم که اگر این سرمایه گذار متاسفانه نمیتونه شرکت خودش رو مدارا کنه و آسیب انقدر بزرگ هستش که داره برشکست میشه و اگه نمیتونه هیچ هزینه‌ای، هیچ سرمایه گذاری دیگه‌ای وارد شرکت بکنه، همون جوری که میدونید اگه مثلا اکسی بولاگ داشته باشه میتونه یک هزینه جدیدی، یک سرمایه جدیدی رو وارد شرکت خودش بکنه که بهش میگیم اکسی اگرتیلسکوت. اگه این کار رو نمیتونه بکنه و شرکت برشکست بشه، به هر حال میتونه مشکلات بزرگی برای اقامت ایشون باشه و حتی اگه شرکت نتونه به اون سبکی که باید برسه برای اینکه ایشون بتونه اقامت دائم خودش رو بعد از 2 سال بگیره، اداره مهاجرت میتونه اقامت ایشون رو تمدید نکنه. مرسی.